خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. این هفته از واکنش ها به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه خواهیم گفت تا سفر حسن روحانی به عراق و همزمانی دو دادگاه بزرگ که به عنوان مفاسد اقتصادی ازش صحبت میشه و جناح سیاسی هم برسش دعوا داره. و در ادامه برنامه اخلالی دیگر در اقتصاد ایران، این بار پولهای پتروشیمی از حسابهای شخصی سر در آورد. در نظام پاسخ به انتقادات شما درباره پوشش خبری دادگاه پتروشیمی. سلام آقای بهنود، این دادگاه اختلاس ها و کلاهبرداری ها هی مدام میاد به عنوان بزرگترین کلاهبرداری تاریخ، بزرگترین اختلاس تاریخ و انگار که اصلا تمامی نداره. بله، به خصوص که اینها انقدر توسط روزنامه های جناح مختلف به طورهای مختلفی باهاش روبرو میشند، یعنی دادگاه پتروشیمی به طور محسوس جناح اصولگرا رو با خودش داره، حالا به هر دلیلی، و در این حال دادگاه مربوط به بانک سرمایه، آقای هدایتی معروف به دادگاه هدایتی، اون نه، اون برعکس جناح مقابله داره. در نتیجه روزنامه ها هم انگار سر این که قبلا حکم بدن به این دو نفر یا حکم چه خواهند داد میرن. البته تبعیض‌هایی هم در این حال صورت میگیره ها، یعنی همین که یه گروه رو، حالا از ماها گذشت که از فردای دستگیریمون با لباس زندان ما رو بردن دادگاه، ولی اون دادگاه هدایتی اینا با لباس زندان میان، ولی دادگاه مربوط به پتروشیمی همه با لباس عادی میان، یعنی پیداست آزادن. بله، میخواید بریم سراغ ریاست قوه قضاییه، یعنی ریاست جدید قوه قضاییه ابراهیم رئیسی در سازندگی. هفته خوبی بود برای آقای رئیسی؟ حالا بسته این داری که آدم در مقابل این شغلا چقدر مسئولیت داشته هم شده. نایب رئیس شورای خبرگان شدن، هم رئیس قوه قضاییه. توی ببینید که این سازندگی اول هفته رو دارید میبینید، اصولا این رو گفته باشم که نوع برخورد رسانه های داخل کشور با آقای رئیسی هیچ شباهتی به برخورد شبکه های مجازی و رسانه خارج از کشور نداره، چرا که در فضای بیرون و همینطور در فضای ذهنی آزاد شبکه‌های مجازی سوابق آقای رئیسی به خصوص در دهه 60 خیلی پررنگ رو میزه. بله. ولی در داخل اینطور نیستش، چنان که دارید میبینید که غیر از اینکه سازندگی عکس بزرگیشون رو گذاشته، آقای بهمن کشاورز هم مقاله‌ای داره اونجا، حقوقدان در رأس قوه قضاییه، که توش ابراز امیدواری میکنه، خبر نمیده البته، ابراز امیدواری میکنه که آقای رئیسی چون بوده است در اینجا سالیان طولانی و حقوقدان هست، به هر حال حضورش در رأس قوه قضاییه وضعیت رو بهتر کنه. بریم عصر ایران رو ببینیم. FATF تناب دار اقتصاد ایران. بله، با دو سوت نماینده به سبک گزارش هاییست که خبرگزاری های این طرف اون طرف میدن، یعنی خبرگزاری هایی که به طرف دولت و اینا هستن معمولا از ذره رعایت بیطرفی رو، حالا یا دست کم نمایش بیطرفی رو میکنن. اگه گزارش دارن تهیه میکنن با دو تا نماینده مجلس موافق، دو تا نماینده مجلس مخالف حرف میزنن، یه گزارشی میشه. خبرگزاری های اون طرفی همچی شوخی رو ندارن، بنابراین مثل روزنامه کیهان، مثل بقیه روزنامه های اصولگرا، و وقتی که به یه موضوعی میپردازن میرن دو سه تا نماینده مجلسی رو پیدا میکنن که با اون موضوع با اونا هم فکر باشه. خب این یه ذره تیتر تندیه دیگه. بله، این در حالی است که به هر حال مجلس رأیشی نبوده است، مجلس، دولت، شورای نگهبان، بله، رأیشون نیست. اما این پایین این تیتر هم یادتون باشه، بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران. این تیتر دست کم از دید دادستان تیتر خوبی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در آخرین برخورد بالاخره دادستانی اعلام کردش که اصلا در این دادگاه اختلاس نیست.
و بنابراین تمام اون بحث و گفتگوهای کلی که کردیم حالا یه جای دیگه رفته. این همزمان است با اینکه به هر حال یه اطلاعاتی هم منتشر میشه راجع به شغلای دیگه ای آقای حمزلو، اینکه در جایی در خراسان بالاخره یه صندوق خیریه رو اداره میکنن و پسر آقای علم الهدا که میشه برادر زن آقای رئیسی اونجا معاون ایشون هست و بقیه این قضایای اطلاعاتی که کم و بیش منتشر شده، اینها حکم نمیکنه که روزنامه های اصولگرا یه همچین حرفی بزنن. بزرگترین کلاهبرداری جزئیات تکان دهنده از پرونده شیشم، بله، اونا برعکس دادگاه دیگر رو تکان دهنده میبینن. بله، بریم روزنامه ایران رو ببینیم که احیای مرز صلح. حالا داریم به یک اختلاف نظر دیگه دو تا جناح هم میرسیم اینجا. یکی سفر آقای روحانی. سفر آقای روحانی است، چنان که میبینین روزنامه دولت از سفر آقای روحانی نقاط مهمش رو توافقهایی میبینه، مثل احترام به پیمان 1975، لاروبی سریع رودخانه‌های مرزی مثل اروندرود، بازگرداندن کانال اصلی کشتیرانی در اروندرود. یعنی چیزای مباحث خیلی حاکمیتی است و بنابراین دولت اینا رو مهم میبینه، ولی جناح مقابل اینها رو مهم نمیبینه، یه چیزای دیگه ای رو مهم میبینه. میخواد بریم روزنامه جوان رو ببینیم که در واقع جناح منتقد دولت رو هم هست. شما هیچ وقت حالا رئیس جمهور روحانی رو در مورد آقای احمدی‌نژاد چرا بودش ندیده بودین که بالای صفحه جوان یا احیانا روزنامه کیهان اینا تمام اینطوری صفحه عکس آقای روحانی، این تیتر اشاره میکنه 20 میلیارد دلاری پس از قفل اروپا. چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه بله یه قراردادی بسته اند راجع به اینکه سطح روابط تجاری رو بالا ببرند برای 20 میلیارد، ولی حالا که به دست نیامده هنوز که ازش استفاده میکنه روزنامه جوان برای مخالفت کردن با اروپا. بریم کیهان رو ببینیم که اونم یه نگاه یه ذره تندتری داره. کیهان گزارش که نوشته علاوه بر این که میگه که آمریکایی‌ها خیلی خشمگین شدند و اینایی که دیگه از روزنامه‌های اصولگرا تیت زده بود سفر در روز روشن، که یه طعنه است به سفر آقای ترامپ به عراق. نکته جالب دیگه‌ای هم که اشاره می‌کنه به اون ویدیویی اشاره می‌کنه که در سایت خود ریاست جمهوری منتشر شده و گویا کلیپو برداشتن. میگه که توی این کلیپ ادعا شده که سفر روحانی حاوی این پیامه که روحانی از قدرت قابل توجهی برخوردار و رهبران عراق لازم نیست با سایر نهادها یا چهره‌های نظامی درباره مصالحه تاکتیکی گفتگو کنن، و داره انگار یه جوری میگه که در واقع سفر آقای روحانی به عراق اینطوری نیستش که فقط تصمیم خودش یا وزارت خارجه و اینا باشه، و در هر صورت یک سری نهادهای دیگه پشت این ماجرا هستن، که میتونیم بعداً برگردیم به داستان نقش وزارت خارجه در این سالها در حکومت ایران. بله، یکی از اصولگراها هم در توییتر خودش یک شباهتی داده بود به سفر بشار اسد به تهران. بله. و گفته بود که اون رو هم سپاه قدس آورد به اینجا، آقای روحانی هم سپاه قدس برد به عراق. ممنون آقای بهنود، برمیگردیم و برگزیده‌ها مجله‌ها رو با هم می‌بینیم. اما پوشش خبری بی بی سی فارسی از دادگاه متهمان پتروشیمی واکنش‌های زیادی داشت. تا لحظات دیگر امید پارسانژاد از سردبیران اتاق خبر اینجا با من است تا به سوالات و انتقادات شما در این باره پاسخ دهد. سلام امید، خوش آمدی به دیدبان. واکنش‌های زیادی نسبت به پوشش خبری بی بی سی در مورد دادگاه پتروشیمی بود. دو تا موضوع بسیار نسبت بهش انتقاد شده بود که فکر کردیم اینجا در دیدبان اصلا سوال کنیم در موردش. یکی این بود که چرا بی بی سی فارسی اسمی از مهدی خلجی نیاورد به عنوان همسر خانم شیخ الاسلام. خب مهدی خلجی از کارشناسان و مهمانانیه که ما خیلی دعوت می‌کنیم و میاد در برنامه‌های بی بی سی. ببینید، در مورد پرونده‌های حقوقی، پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها مطرح میشه، رسانه‌ها مجازن که محتوای دادخواستی که رسما منتشر شده رو پوشش بدن و گزارش بکنن. در این مورد ما یه واحد حقوقی داریم در بی بی سی، واحد حقوقی مرکزیه که وکلای با تجربه هستن که علاوه بر اینکه به حقوق آشنا هستن، به کار رسانه هم آشنا هستن. کارشون هم مشورت دادن نه فقط به بخش‌های زبان‌های غیر انگلیسی بلکه به بخش مرکزی بی بی سی هم هست.
با اونا هم بی بی سی فارسی مشورت کرده بود و اونا هم گفته بودن که آنچه که در کیفرخواست آمده رو شما میتونید گزارش بکنید. بنابراین تصمیم گرفته شد که اون رو گزارش بکنیم، ولی اسم آقای خلجی در کیفرخواست نبود، هیچ اتهامی هم علیه آقای خلجی مطرح نبود. و اینکه شما مستقیم یا غیر مستقیم یه فردی رو متهم بکنین که دست داشته در یک خطایی، یا اینطور وانمود کنین، طوری حرف بزنین در رسانه که خوانندگان و شنوندگان برداشتشون این باشه که خب پس این آدم هم درگیر یک کار خلاف قانونی بوده، این جرم هست و ما به عنوان یک رسانه حق این که یه همچین کاری بکنیم رو نداریم. بنابراین در روز اولی که این تصمیم گرفته شده بر اساس یک مشاور حقوقی و بر اساس یک قاعده حقوقی بوده. بعدن که آقای خلجی خودش در اثر آنچه که در بیشتر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود یه پاسخی منتشر کرد، البته ما میبایست قاعدتاً پوشش میدادیم، ولی من حدسم این هست که به دلیل همون مشورت اولیه‌ای که گرفته شده بود و تصمیمی که گرفته شده بود در ابتدا در روز اول به درستی در مورد اینکه اسم آقای خلجی رو ما نیاریم به عنوان همسر خانم شیخ الاسلامی، این موضوع هم از قلم افتاد. ولی به هر حال نکته مهم اینه که به عنوان یک رسانه ما آزادی عملی که افراد ممکنه برای خودشون قائل باشن در شبکه‌های اجتماعی، برای اینکه اونا فرد هستن، مسئولیت شخصی دارن، مسئولیت فردی دارن، و یه آدمی ممکنه انتخاب کنه که در یه موردی یه خطری رو بپذیره به دلیل اینکه فکر میکنه یک منفعتی درش هست، منفعت عمومی درش هست، ولی یه رسانه نمیتونه یه همچین رفتاری بکنه به دلیل اینکه در واقع دایره مخاطبان خیلی گسترده‌ای داره و اگر به خطا یا بدون داشتن شواهد متقن یک کسی رو متهم بکنه مستقیم یا غیر مستقیم به اینکه در یک کار خلاف قانونی دست داشته، میتونه عواقب حقوقی داشته باشه برای رسانه. یه نکته دیگه که گاهی مطرح میشه، اخیراً دیدم که مثلا میپرسن چطور در مورد دختر فلان وزیر یا پسر فلان شخصیت معروف موقعی که شما پوشش خبری میدین اونا رو اشاره میکنه. ببینید یه موقع یک اتفاقی افتاده و اون کسی که متهم اصلی هست اساساً دسترسیش به اون شرایطی که تونسته خلافی رو مرتکب بشه یا متهم شده به اینکه خلافی رو مرتکب شده به دلیل وابستگیش به یه آدم دیگری است. اون آدم اصلی نفوذ و قدرت رو داشته و پسرش یا دخترش از اون نفوذ و قدرت او استفاده کرده، که در مورد این پرونده این موضوع هم منتفی هست به دلیل اینکه خانم شیخ الاسلامی خودش در قبل از اینکه از ایران خارج بشه در ایران صاحب یک مدیر یک خبرگزاری بوده و آدم شناخته شده بوده. به خبرگزاری که خانم شیخ الاسلام درش صاحبش بودن اشاره کردی، نکته که منتقدان بی بی سی دارن میگن اینه که برخی از همکاران بی بی سی سالهای قبل در خبرگزاری میراث با خانم شیخ الاسلامی کار میکردن و این همکاری اونها با خانم شیخ الاسلام تأثیر گذاشته در پوشش خبری بی بی سی. آیا این صحت داره؟ نه، صحت نداره. به دلیل اینکه به دو دلیل، اولا شما میدونید که دایره روزنامه‌نگاران فارسی زبان خیلی دایره وسیعی نیست، تعداد روزنامه‌نگاران فارسی زبان خیلی نیست، تعداد رسانه‌های فارسی زبان چه در داخل چه در خارج از ایران خیلی زیاد نیست و اکثر روزنامه‌نگارها به هر حال در دوره فعالیتشون، به خصوص روزنامه‌نگارانی که ده ها سال دارن کار میکنن، یه جایی بالاخره یا با هم همکار بودن یا در یه خبرگزاری کار میکردن. و اینکه یک خانم شیخ الاسلام به عنوان مدیر یک خبرگزاری، به هر حال ده ها نفر در اون خبرگزاری کار کردن، چند نفر از اونها هم در الان در بی بی سی کار میکنن، اینکه رابطه این آدما چطوری بوده با هم دیگه لزوما به این معنی نیست، اگر شما در یک مؤسسه کار میکنی لزوما به این معنی نیست که رابطه نزدیکی با صاحب یا مدیر اون مؤسسه دارین. و به هر حال حتی اگر روابط نزدیکی هم بین همکاران ما و خانم شیخ الاسلام در مثلا 10-15 سال پیش بوده، ما در بی بی سی قوانین و قواعد سفت و سختی داریم برای اینکه مانع از این بشیم که نظر شخصی یا منافع شخصی آدم‌ها در نحوه پوشش ما تأثیر بذاره. در داخل خودمون مدام راجع به این مسائل بحث می‌کنیم، در تحریریه مدام راجع به این مسائل بحث می‌کنیم و به هیچ وجه این همچین تأثیری امکان نداره که در پوشش ما وجود داشته باشه. ممنونم همکارم امید پارسانژاد از سردبیران اتاق خبر بی بی سی فارسی.
آقای بهنوت، بریم ابتکار رو ببینیم که عکسی منتشر کرده از آقای روحانی و سیستانی، دیدار بی سابقه، ولی یه ذره عجیب نیست این عکس؟ دو روز قبل از دیدار، دو روز هم نیست، روز یک شنبه منتشر شده خبر دیدار، اینا روز چهار شنبه بله در اومد. بله، دیدار بی سابقه به روزنامه رو مجبور کرد که هنرنمایی بکنه، فتوشاپه به هر حال این عکس، چون در این زمان نه این ملاقات صورت گرفته بود نه ملاقات دیگه ای تا اونجا که ما میدونیم بین آقای روحانی و آقای سیستانی بوده باشه. وقتی عکس‌های بعدی، یعنی عکسایی که روزنامه‌های دیگه گذاشتن صحبت می‌کنیم، این چیزی که بیشتر به نظر میرسه که هنرمند گرافیس رو تشویق کرده به این کار فتوشاپ در روزنامه خبری که معمول نیست در دنیا، این هستش که آقای سیستانی با همین لباس و اون چیزی که اون بغل هست و همه اینا روش سیاه پوشیده و اینا، تو عکسای دیگه هم تو همین پوزیشنه. بریم حق ملت رو ببینیم، ماهنامه سیاسی که شما رو اولش در اومده. من در حقیقت به نظرم رسیدش که شاید که جزء برگزیده هم باید که این مجله رو که دیروز رفت رو میز روزنامه فروشا اینو بیاریم، به خاطر اینکه حالا غیر از این رو جلدی که دارید از هادی ایدری میبینید، مسئله اساسیش ماهنامه سیاسی اجتماعی هست و مسئله اساسیش قانون سیال اساسی، یعنی قانون اساسی آیا اینطور که در موقعیت‌های مختلف جنای اصولگرا، جنای سنتی وانمود میکنه آنچنان چیز مقدسی است که دست بهش نمیشه زد، یا اینکه نه نمونه های جهانی چیه و بقیه. از همین اول که شروع میکنیم، من بعد خواهش خواهم کرد یک دو تا از چیزایی هم که برگزیده از شما بگین. همین اولش یه مقاله ای داره خود اسدی زیدآبادی سردبیر که اونجا اشاره میکنه که بله میشه حرف زد در جای گرفتاری هایی که وجود داره، کاغذ کوف زرمار اینا، ولی نه حالا میخوام بریم ببینیم که اصلا حرفای مهمتری بزنیم، از جمله اینکه اصلا چیکار باید کرد. حالا با این چه باید کرد به اونجا میرسه که اتفاقا اشاره میکنه مقاله که سعید عجاریان گرفته که باید میان رژیم حقوقی و رژیم حقیقی تفاوت قائل شد. وقتی میگی چی؟ میگه خب یک رژیم حقوقی وجود داره که اون متن قانون اساسی است، ولی یه رژیم حقیقی وجود داره که اجرایی است که میشه، و این با وجود اینکه یک بار تجدید نظر شده، ولی هنوز بعد از 40 سال نمیشه گفت که قانون اساسی رو، چه اولی رو چه دومی رو، در حال اجرا کردن هستی. این حرف رو حجاریان تو مقاله با عنوان معضل نظام آورده، در اونجا چند تا نگاه اساسی میکنه، میگه که در قانون اساسی اول پیش بینی نشده بود ترمیم، وقتی که بازنگری میکردن این رو آقای خمینی اضافه کرد، یعنی خواست که بیاد بشه. در واقع به ادبیات امروز ایشون به حکم حکومتی تمسک جست برای اینکه این اتفاق بیفته. وقتی وارد معضل میشه میگه که معضل حکومت ها این است که هی میان اوضاع رو پیچیده و اینا خطاب میکنن، در حالی که همه اینها وضعیت اضطراری، اینا همه یه معانی داره، شرایط حساس یه معنی داره، مثل اشغال کشور، تشکیل دولت در تبعید، انحلال خبرگان، عزل رهبری، اینا همه میتونه حوادثی باشه، جنگ داخلی، اینها همه حوادثی میتونه باشه که منجر بشه به یه وضعیت فوق‌العاده. بعد خود وضعیت فوق‌العاده هم قانون اساسی تکلیفش روشن کرده. مصاحبه بسیار عالی از میر محمود موسوی، دیپلمات تمام این 40 سال بعد از انقلاب، برادر میرحسین موسوی، چاپ شد که گفتم که در همون داستان سیاست خارجه و وزارت خارجه، اتفاقا آقای موسوی خیلی قشنگ توضیح میدن که و میگه اگر رده بندی کنیم مثلا درجه 1-2-3 وزارت خارجه، چیزهای درجه 3 ممکنه تصمیم گیری هاش به اختیارش باشه، وگرنه چیزهای درجه 1 و 2 هیچ وقت تصمیم گیریش با وزارت خارجه نیست. چیزی که اشاره میکنم و جالبه، مثلا میگه که
در مورد زمانی که مأموریتی داشتن در هند، میگه که در ملاقاتی با آقای گوجرال نخست وزیر پیشین هند پس از سلام احوالپرسی شنیدم شما تا امروز 75 بار قانون اساسی خودتون رو ترمیم کردین. بعد اون میگه که نه 84 بار بوده و نه 75 بار. میگه که ممکنه که غیر معمول و غیر طبیعی به نظر بیاد، ولی حقیقت سه مطلب اینه که این عین عقلانیت ما با عقل جمعی به این نتیجه رسیدیم که طی سالها قانون رو تجربه میکنیم، اصلاح میکنیم. بعد توضیح میده که در هر صورت ما اون چند سال اول تجربه نداشتیم، تمام آدمهایی که سابقه داشتن با تجربه بودن از وزارت خارجه در واقع حالا بیرون کردیم، اخراج کردیم، و اونایی هم که مونده بودن رو بهشون اعتماد نداشتیم و همین ضربه بزرگی زد. از جنگ مثال میارن که خب بالاخره جنگ هم یه دوره بود، یه داستان بامزه ای از پروازی که داشتن با آقای رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس داشتن میرفتن، ایشون توی هواپیما مثلا دستور میده یه پیغامی به رئیس جمهور هند بفرستین، این آقای موسوی میگه آقا من اینجا مأمور وزارت خارجه‌ام و صلاح نمیدونم. از خاطراتشون در پاکستان تعریف کردن، درصد مصاحبه بسیار درجه یکی. بریم سراغ کرگدن با این روی جلد و آخرالامر به هر حال سحر خواهد شد. بله. جالبه که بالاخره یه امیدی داره کرگدن. میگه بالاخره فرض یه تنزی توشه که از آقای در مورد همه چی مثل این که خواسته صحبت کنه دیگه، از در و ساعت و چای و قهوه و سیگار و نامه و صندلی و پول و موبایل و چاقو و نیمرو و کتاب و یه کار بامزه‌ای کرده. از خب مجله معمولا کارهای بامزه زیاد میکنه آقای مفتح توی کرگدن و کارهای ابتکاری، چیز فوق‌العاده خوبی به دست اومده. یعنی از چیزهای عادی مثل در، دیوار، قهوه، چای، سیگار، موبایل، اینا اومده و برخواه 8-9 تا موضوع پیدا شده و آدم‌های مختلفی رو گرفته که من علاقمند بودم که بخشایش رو بخونم. یه مثلا تو بخشی که ساعت موضوعه چند تا نوشته خوب است، اصل امرایی یک چیزی نوشته راجع به اصولاً ساعت توی خونه که از رادیوی پدرم شروع کرده، بعد خانم شرمین نادری از اون اولین ساعتی که ساعت سیکوی که نصیب شده و بعد تورا گم کرده و اولین اتفاقی که اون پشت میفته با همون لحن همیشه عاشق و طبع نویسندگیش برخورد کرده، و چند نفر همینطور بعد آذر، محسن آذر خیلی برخورده جالب بوده. به حال در مجموع این هفته نامه‌ای که اولین به اصطلاح ویژه نامه نوروزی است که تا اونجا که من میدونم منتشر شده در این تاریخ که برای شما میخونیم، به نظرم میرسه که باید که داشته باشه آدم تو تعطیلات نوروزی. خیلی من بگیم که یه دونه مصاحبه با جمال میرصادقی هست، داستان نویس. بله اونم خیلی بسیار اونم خوبه، به عنوان تا دنیا دنیاست داستان ماندگار است. بریم مجله قهوه رو ببینیم. خب حالا از نشریات کوچولو ولی پر محتوا برسیم به نشریات بزرگ و پر محتوا. قهوه همچنان که میدونید نشریه تصویری است، تاکیدش روی تصویر هست و از این آگهی‌هاش که بگذریم میایم اینجا نوشته امیر کبیر نژاد رو که امیر کبیر نژاد لاوده. بله دیگه درباره ببینید تاق کسرا رو دارید میبینید، شاید برای خواننده‌های ما جالب باشه که بدونیم که این یکی از برجسته‌ترین یادگارهای شاهنشاهی ساسانیه و خیلی معتقدن که این مجموعه اگه مونده بود از تخت جمشید اهمیتش بیشتر بوده. اینجا نشون میده که ساختمان هم این پشتا پیدا شده و میبینید که شهر بهش نزدیک شده. این آثار تاریخی یه چیزی دارن، یه حریمی دارن، اومده ولی همین ساختمان پشت هم دیگه تاریخی نیست، بلکه این ساختمان، این دیواری که دارید میبینید دیوار جدید است به حال. اما مهم اینه که این کمانی که دارید میبینید، یعنی این آرکی که بوده، این سر جاشه. یعنی 2500 سال که زلزله‌های عجیب و غریب تو این منطقه اومده، به طوری که تو زلزله‌های بغداد به طور کلی که در 40 50 کیلومتری شهر بین رفته، ولی این آرک مونده. یکی از شاهکارهای معماری جهان بهش میگن. بریم خط خطی رو ببینیم. بزرگ مهر حسین پور کشیده رو جلد خط خطی عید هست که آقایون هیئت دولت رو یا بزرگان نشون میده. نه هیئت دولت نیستن، چون این ور فکر کنم آقای قالیباف
اون هم لاریجانیه و نه لاریجانیه و درصد بزرگ مردان حکام فعلی آینده بله. خدا رو شکر کنند همین هم هست حتی آره. میزان سکه ها همینطوری رفته بالا ها. اون پشت صحنه رو هم نگاه کنین که اون مردم دارن چه میکنن توی صف عجیب غریب وایسادن به خاطر همین دو تا دونه سیب و اینایی که اینجا بله. هست و ایشون داره میگه که خلاصه وضعیت اینه که خدا رو شکر کنین که همین هم هستش، یعنی ممکنه یه ذره بگذره همین هم همین در حد چهار تا گلابی و نم نباشه نباشه. خب طنز بخونید که این دیگه میشه طنز آخر سال ما. با ما شما توضیح دادید که تا دو هفته نخواهیم بود. بله حالا اعلام هم میکنیم که خیلی خوب شهرام سعیدی بیانیه خانم باجی رو در خصوص پلنگ و پونه، حالا اینا اصطلاحات جدیده من توش خیلی هم دقیق نمیشم، میگه همیشه در شبگردی هایمون سعی کردیم به مسائل خیلی روز بپردازیم، برای امروز دنبال مهمترین اتفاق میگشتم، میخواستم با خانم باجی در بارش حرف بزنم. مهمترین اتفاق چیه؟ این اختلاس های کرانیه که صورت گرفته و سفرهای کانادایی و اینها هست؟ نه ماجرا عادی شده، شما چقدر پیله هستین، یه امر روتینیه گذشت. بعضیا میگن موضوع مهم نوسان نرخ ارز و سکه هست، ولی اینم چیز نیست، این که خب اصلا مسئله مهمی نیست که درباره‌اش حرف بزنیم. لیگ قهرمانان آسیا چطور؟ اونم اهمیت نداره که خب چیکار کنیم، پس چی اهمیت داره؟ میگه که خلاصه خدمتتون عرض میکنم که موضوع مهم امروز ما حیات وحشه، در واقع همون پلنگ تیزدندانی است که شاعر ترحم بر او را مصادف دانسته با ستمکاری بر گوسفندان. ما همیشه گوسفند پروری کرده و به گوسفندان اهمیت داده ایم که البته کار بدی نیست، اما این روزها اتفاقا مسیر بحث شاعر عوض شده، گوسفندا در امنیت قرار گرفتن، اون پلنگ تیزدندانی که الان دندوناشو کشیدن ایمپلنت هم جواب نداده و مورد آماج شکارچیان و رانندگان بی احتیاط قرار گرفتن. برای آخرش هم یه نظرسنجی گذاشته که در حقیقت اشاره به همینه که عوض شده، یه موقع نگران گوسفندا بودیم برای من نگران پلنگ بود. مرسی آقای بهنود و مرسی از شما. مثل همیشه تمام راه تماس ما برای شما بازه، نظرات و انتقاداتتون رو حتما برامون بنویسید. راه های تماس رو همین الان دارید روی صفحه تلویزیون میبینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما یا با آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. این آخرین برنامه دیدبان در سال 97، دو هفته نخواهیم بود و 16 فروردین سال دیگه برمیگردیم. در این مدت البته رادیو مور مجلات رو خواهد داشت. همینجا از طرف خودم و آقای بهنود پیشاپیش سال نو رو بهتون تبریک میگم. عیدتون مبارک.